سرخط اخبار، مناظره نهایی ریاست جمهوری بدون پیروزی مشخص به پایان رسید. اقتصاد اروپا به یک رکود دیگر وارد می شود. بررسی اخبار گزارش های درآمدی و بازار نفت و البته اخبار جفت ارزها و ارزهای مجازی. در مشروع اخبار آنچه باید در بازارهای مالی امروز بدانید را به سمع و نظر شما خواهم رساند. با عرض سلام و شب بخیر، فریبا هستم از شبکه خبری پرو اسکیلز. امروز جمعه 23 اکتبر 2020 برابر با 2 آبان ماه 1399 با اخبار اقتصادی در خدمت شما هستیم. مشروع اخبار: تقابل دو نامزد در مناظره آخر، مناظره نهایی ریاست جمهوری بدون تغییر واضح در روند مبارزات انتخاباتی به اتمام رسید. اگرچه مردم از اینکه این مناظره به مانند اولین مناظره چهره زشت نداشت خوشحال شدند. در میان مهمترین لحظات جو بایدن نامزد حزب دموکرات از آن داشت که از نفت و گاز به انرژی‌های تجدیدپذیر می‌گذرد، ادعایی که برخی از دموکرات‌ها نیز پس از مناظره از آن فاصله گرفتند. و پرزیدنت ترامپ به خاطر نحوه برخورد با همه‌گیری کرونا تحت فشار قرار گرفت. بایدن ادعا کرد که او برنامه مشخصی برای زمستان آینده ندارد، به دنبال منافع تجاری خود در چین است. مناظره بیشتر به روابط شخصی و تجاری در این بین کشیده شد. رکود در اروپا عمیق تر می شود. بر اساس آخرین داده های منتشر شده از شاخص های مدیران خرید از IHS مارکت، اقتصاد اروپا در ماه اکتبر به سمت یک رکود عمیق تر فرو رفت. داده های اولیه شاخص مدیران خرید منطقه یورو به زیر سطح 50 رسید که نشان از وضعیت انقباضی اقتصاد دارد، هرچند کمی بالاتر از پیشبینی اجماع برای 49.3 و در 49.4 دیده شد، اما از 50.4 ماه قبل کاهش داشت. قابل توجه ترین کاهش در بخش تولید بود، جایی که شاخص مدیران خرید از 53.7 به 54.4 رسید و در بخش خدمات از 48 به 46.2 کاهش یافت. بخش خدمات اولین بخشی بوده است که در پی فاصله گذاری های اجتماعی و تعطیلات بخش های غیر ضروری در سراسر اروپا بیشترین ضربه را خورده است. فرانسه، آلمان و اسپانیا همه این هفته نرخ روزانه بالایی را برای عفونت های جدید مبتلا به کرونا منتشر کردند، در حالی که آمار بستری شدن در بیمارستان ها نیز افزایش یافته است، اگرچه بسیار کمتر از اوج بهار است. مشکلات هواوی آشکارتر می شود. فشار دولت ترامپ بر روی غول مخابرات چینی هواوی در داده های منتشر شده این شرکت آشکار می شود. هواوی گفت که رشد درآمد آن در 3 ماهه 3 به 3.7% کاهش یافته است که نسبت به 27% رشد سال قبل و رشد متوسط 21% در 5 سال گذشته کاهش چشمگیری را نشان می دهد. با این حال فشار واقعی این شرکت به احتمال زیاد در داده های این دوره منعکس نشده است، زیرا دولت به تازگی در ماه سپتامبر محدودیت های شرکت های امریکایی را که به این شرکت تکنولوژی و یا قطعات می فروشند تشدید کرد. این حرکت تا حد زیادی باعث قطع ارتباط این شرکت با تأمین کنندگان تراشه های سنتی آن شد. اگرچه این شرکت داده های خود را با جزئیات منتشر نکرده، اما فاینانشال تایمز
به تحلیل گرانی اشاره کرد که تخمین زده ان فروش تلفن های هوشمند آن 18% نسبت به سال قبل کاهش یافته است که این اولین افت سالانه آن می باشد. تلاش پوتین برای حمایت از بازار نفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در واضح‌ترین اظهار نظر خود گفت که ممکن است مایل باشد افزایش برنامه‌ریزی شده تولید نفت در آغاز سال آینده را به تأخیر بیاندازد. گمان زنی ها مبنی بر اینکه بلوک اوپک پلاس که شامل روسیه نیز می شود ممکن است افزایش تولید را به دلیل ضعف تقاضای جهانی به تعویق بیاندازد از قیمت ها در طول هفته پشتیبانی کرده است که پس از اظهار نظر صریح وزیران نفت روسیه و عربستان سعودی به حفظ برنامه پیشین روز دوشنبه ضعیف شده بود. پوتین روز پنجشنبه در سخنرانی خود در والدی کلاب در مورد حمایت کرملین گفت: ما فکر میکنیم اکنون نیازی به تغییر برنامه نیست. با این حال ما رد نمیکنیم که ممکن است محدودیت های موجود در تولید را حفظ کنیم و آنها را به سرعتی که قبلا برنامه ریزی کرده بودیم برطرف نکنیم. داده های هفتگی دکل های نفتی بیکر هیوز امشب به وقت ایران منتشر خواهد شد. هفته گذشته تعداد سکوهای فعال نفتی در ایالات متحده به بیش از 200 عدد رسید که بالاترین سطح آن در 4 ماه گذشته است. در پی این اخبار و تغییرات و با اینکه قیمت نفت در نیمه اول روز رشد نسبی داشت اما در ادامه با 0.4% کاهش به 40.50 دلار رسید. نفت برنت نیز با 0.3% کاهش در 42.30 دلار معامله شد. ادامه سرگردانی در بازارها. بازارهای نیویورک امروز و با وجود کاهش نسبی در ساعت اولیه سعی در برقراری توازن دارند. در ساعت اولیه معاملات امروز داو جونز 0.3%، S&P 0.1% و نزدک 0.4% از دست دادند. در بازارهای اروپا اما وضعیت بهتر بود. UKSAT 1.1%، داکس آلمان 0.7% و CAC 40 فرانسه 1% رشد داشتند. در آسیا و در حالی که شانگهای 1% کاهش داشت، هانگ‌سنگ 0.5% بالاتر بسته شد و نیکی 0.2% به دست آورد. امروز در مهمترین داده های منتشر شده اینتل از پیشبینی های بازار عقب ماند که تأثیر زیادی بر شاخص نزدک نیست وارد کرد. امروز و در ادامه امریکن اکسپرس، رویال کاربیان و چند شرکت دیگر گزارش های درآمدی خود را بعد از بسته شدن بازارها منتشر خواهند کرد. برگشته ثبات نسبی به بازار ارزها. امروز شاخص دلار با کاهش جزئی 0.1% در 92.90 واحد معامله شد. یورو با 0.2% رشد بهترین ارز روز بود و پوند با 0.2% کاهش ضعیفترین نمایش روز را داشت. و در انتها اخبار ارزهای مجازی. ارزهای مجازی امروز بخشی از سودهای روز گذشته را پس دادند. بیت کوین که با 1.4% کاهش به زیر 13,000 دلار برگشت، اتریوم 0.8% از دست داد و ریپل 2.6%. در این بین این لایت کوین بود که با 1.1% رشد دیگر به 55.30 دلار رسید. با سپاس فراوان از توجه شما عزیزان به این بخش خبری از شما دعوت میکنم. برای دریافت اخبار لحظه به لحظه بازارهای مالی کانال تلگرامی ما را به آدرس @proskillsnews دنبال بفرمایید. شب و روزگارتون خوش، شاد و پیروز باشید.